من یک کلاس دارم برای این طلبای خارجی، گاهی میرن پا تخت سیاه صحبت میکنن، من خیلی چیز ازش یاد میگیرم، با اینکه نوبه مثلا 3 سال 4 سال 5 سال طلبه شده. یکیشون از این سیاه‌پوستا بود، میگفت که رفتیم مدینه، یکی از این وهابی ها، آخوندهای وهابی میگن یا حسین یا حسن شرکه، باید بگو یا الله، توسلی که میگه یا فاطمه یا ابوالفضل اینا شرکه. میگفت یکیشون من دید گفت مشرک، برو گم شو. گفتم چرا میگی مشرک؟ گفت میگه یا حسن. وقت میگفت این وهابی، میگفت قلمشو انداخت رو زمین، گفت ببین این قلم منه، یا حسن پاشو بده من. دیدی مرد، تموم شد رفت. این امام حسن شما نمیتونه پاشه قلم رو به من بده، مرد تموم شد، نه قدرت دارن نه حیات دارن نه چیزی میشنه. هیچ. سیاه‌پوسته میگفت گفتم بدم قلم تو، قلمو گرفتم از این وهابیه انداختم زمین، گفتم یا الله قلم به من ده. دیدی خدا مرد، خدا نمیفهمه، نعوذ بالله، خدا قدرت نداره. گفت مگه هر که قدرت داره باید نوکر تو بشه؟ خیلی خوش اومد. یه طلبه یمنی دیگه پا شد گفت که ما با اینا گفتیم نظر شما راجع به امام زمان چیه؟ گفت نظر ما راجع به امام زمانه که آخر از زمان امام زمان میاد ظهور میکنه، دنیا رو پر از عدل و داد میکنه. گفت خب ما شیعه هم عقیدش اینه. خب الحمدلله، از جایی که شیعه و سنی مشترکنه، خب حالا که مشترکیم پاشید قیام کنیم حضرت مهدی رو تو انتخابات تعیین کنیم. میگفت امام زمان انتخاباتی که نیست، رئیس جمهور که نیست، باید خدا بفرستدش. گفتم ببین اگر امام رو باید خدا تعیین کنه، امام اولم در قدیر خب خدا تعیین کرد، پس چرا شما انتخابات کسی دیگر گذاشت جعلی؟ اگر انتخاباتیه که انتخاب کردید آخرش هم انتخاب کنید، اگر انتخاباتی نیست که میگید آخری انتخاباتی نیست، معلوم میشه اولش هم انتخاباتی بگید، نصفش هم میگم نصف شما بگید. اگر انتخاباتی هست کمون که اولی رو انتخاب کردید پاشید با هم بگید، پاشید آخرش هم انتخاب کن. اگر انتخاباتی نیست که میگید خدا باید تعیین کنه، همینطور که آخرش انتخاباتی نبوده معلوم میشه اولش هم انتخاباتی. خب